درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق دو همکار ارجمندم، علی کارگردان فنی برنامه و پومن همکارم در تهیه برنامه، امروز قسمت 260 از مجموعه برنامه مرغ سحر رو که برای تلویزیون ایران فردا به طور افتخاری تهیه شده است به شما تقدیم می‌کنم. این برنامه به نظر من بسیار خاص و حساسی است، چرا که میپردازیم به مسئله درگیری ایران و اسرائیل. اجازه بدید تا بعد از چند ثانیه مهمان ارجمند و صاحب نظرم رو در این مورد به شما معرفی کنم. با ما باشید. در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و شخصیت صاحب نظر در مسائل سیاسی و به ویژه مسائل سیاسی خاورمیانه هستم. آقای دکتر، به شما سلام عرض میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای فروزنده عزیز و برای همکاران پشت صحنه سلام دارم. برای مردم ایران هم همچنین برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم و عیدتونم مبارک، چون من بعد از عید باهاتون صحبت نکردم اگه اشتباه نکنم. خیلی متشکرم، امیدوارم که سال نو به شما هم خوش بگذره و سال خوبی برای شما و خانواده عزیزتون باشه. جناب دکتر، امروز در مورد مطلبی بحث میکنیم و گفتگو میکنیم با هم که من چند بار برنامه های شما رو با دیگر برنامه سازان تلویزیون های مختلف در این باره از روزی که بسیار خشمگین بودید بعد از حمله اسرائیل به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در سوریه، بسیار خشمگین بودید و طرف مستقیم عتاب و خطابتون هم شخص آقای خامنه ای بود که این وضعیتی که به وجود آورده و خلاصه. اما چند روز گذشت و ما ناگهان دیدیم که به هر حال جمهوری اسلامی یا به حرفای شما گوش کرد یا به هر حال سران سپاه تونستن نظر خودشون رو به آقای خامنه‌ای تحمیل کنند یا عوامل دیگری که قابل تشخیص برای افراد خارج از گودی شبیه من نیست. به هر حال ما موشکباران ایران به روی اسرائیل رو شاهد و ناظر بودیم به عنوان یک پاسخ. حالا به نظر شما ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ آیا این پاسخی که ایران داد یک پاسخ کافی بود؟ آیا این پاسخ سبب آرام شدن اسرائیلی ها میشه؟ نقش آقای بایدن در این قسمت چی بود؟ برای اینکه بایدن به طور صریح اعلام کرده که در هیچ اقدام تهاجمی، ضمن اینکه متعهد در مورد اسرائیل، ولی در هیچ اقدام تهاجمی مشارکت نخواهد کرد. خواهش میکنم، در خدمت شما است. خیلی متشکرم. همه اونایی که من میشناسن و در این 40 سال گذشته دنبال کردن بند رو میدونن که من یه آدم صلح دوستیم. 40 سال از بهترین سالهای زندگیمو برای صلح، برای جلوگیری از جنگ، برای ایجاد رابطه عادی بین ایران و امریکا، ایران و اسرائیل، من اسرائیل رفتم و ایران و دنیای عرب گذروندم و افتخار میکنم که اون تاریخو پشت سر خودم دارم. بنابراین من آدم جنگ طلبی نیستم، اما من خیلی نگران عزت ایران همیشه بودم و هستم. اعتقاد من بر این بود و هست که جمهوری اسلامی هر بلایی که سر نمیدونم اقتصاد ایران، سیاست ایران، مسائل فرهنگی و اینا آورده رو میشه بهش بخشید،
اما یک چیزو من هرگز جمهوری اسلامی رو بهش نخواهم بخشید، اون اینه که عزت ایران رو پایمال کرده، مردم ایران رو، ما ایرانی ها رو تحقیر کرده در دنیا. من در اون چارچوب بود که خیلی عصبانی بودم. من از مدت ها نگران این جریانی بود که مستقیما امنیت ملی مردم ایران رو هدف قرار داده بود و در مقابل حکومتی فشل و بی عمل اون بار قضیه بود که کاری نمی کرد. ایران عملا شده بود کیسه بوکس باکو، طالبان، کویت، امارات، عرض کنم اسرائیل که دیگه تا بخوای. اسرائیل الان سالهاست دانشمندان هسته‌ای ایران رو میکشه، دانشمندان موشکی ایران رو میکشه، عرض کنم که تأسیسات نظامی هسته‌ای موشکی ایران رو در داخل ایران منفجر میکنه. و بعد این اواخر شروع کرد به هشدار سرداران سپاه، نظامی های کشور در سوریه. و خب جریان از قاسم سلیمانی شروع شد که اسرائیل با امریکا برنامه ریزی کرد، اگرچه آقای ترامپ گفت در آخرین لحظه، اسرائیل گفت من لازم نیست وارد شم، تو خودت بکن. و بعدش هم خب پشت سرش چند تا کشتار دیگه در سوریه کرد که آخریش همین حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی با کشتن 7 سردار جمهوری ایران بود. من اعتقاد دارم خب کنسولگری هر کشوری در هر جای دنیا سرزمینیشه، یعنی کنسولگری در سوریه سرزمین ایرانه. برحال من دیگه این جریان دیگه داشت خیلی شورش در می اومد. من نگران بودم، عصبانی بودم از دست جمهوری اسلامی، هم آقای خامنه ای مخصوصا که فرمانده کل قواست و هم نیروهای نظامی ما که اونجا گذاشته بودن خودشون رو که شهید بشن. بعد آقای خامنه ای و دوستاش براش در خیابونهای ایران جشن و یا جشن عزاداری بگیرن یا هر چیز دیگری. برحال از اون دیدگاه بود که من ناراحت بودم، عصبانی بودم، به اعتقاد داشتم ایران باید جواب بده به اسرائیل، باید جواب بده. اگه نده من امیر احمدی از اون لحظه، باور کنید اگه این اتفاق نمی افتاد، بنده از اون لحظه تصمیم گرفته بودم جز براندازان نفر اول کشور بشم علیه این حکومت. ولی خب خوشبختانه صحبت من در تهران شنیده شد، اما به نظر من این صحبت رو روحانیت نشنید، سپاه شنید، نیروهای نظامی شنیدن. اینا رفتن پیش آقای خامنه ای، بهش گفتن آقای خامنه ای این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه، ما دیگه حاضر نیستیم شهید بشیم و برای ما تو خیابونا عزاداری را بندازیم، ما باید در یک وضعیت دفاعی نه فقط باشیم که در وضعیت تهاجمی هم قرار بگیریم. برحال من بحثم همیشه با اینا این بود که برابر فلسفه نظامی دفاعی امریکا، The best defense is an offense، بهترین دفاع یه حمله است. امریکایی همیشه اینو میگن The best defense is an offense، بهترین دفاع یه حمله است. معناش این نیست که تو حمله کنی، باید در یک وضعیتی باشی که بهت حمله نکنن. اون بحث بازدارندگیه که جمهوری اسلامی نداشت و هنوزم اعتقاد دارم نداره. حالا نکته دومم، جمهوری اسلامی فکر میکنه هرچی ضعیف عمل بکنه و هرچی وایستن تو سرش بزنن بس بهتر میشه، نظام به اصطلاح سالمتر و سیفتر و امتره و بعدم به اصطلاح صلح ایجاد میشه. واقعیت این نیست. بازم امریکایی‌ها میگن peace through strength، صلح از طریق توانمندی قدرت، صلح در ضعف، ثبات در ضعف ایجاد نمیشه. جمهوری اسلامی عملا شده بود اون مثال و اون
چه میگه نمونه یک کشور ضعیف. عملاً کشور عملاً داشت همون کار رو میکرد که شاه سلطان حسین کرد در مقابل افغان‌ها. در ایران حکمرانی شاه سلطان حسینی بود و تمام دربارهای این جریان از بیت گرفته تا بقیه جاها اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و نمیدونم همه اینا نمیدونم اعتدالی و طرفدار این و اون تماما شده بودن ایادی و از به اصطلاح آتش بیارهای این معرکه شاه سلطان حسینی. کشور شاه سلطان حسینی داشت اداره میشد و هنوزم داره میشه، حالا باز در موردش صحبت میکنیم. و اما خوشبختانه نیروهای نظامی کشور یک حرکتی کردن، با آقای خامنه‌ای گفتن دیگه نمیشه ما شاه سلطان حسینی عمل کنیم، باید نشون بدیم که ما هم یه قدرتی داریم که نمیشه با ما اینجوری بازی کرد. بچه هامون رو به این سادگی کشت، عرض کنم دانشمندامون رو به این سادگی کشت، صنایعمون رو به این سادگی از بین برد و از این حرفا. به این جریان از برجام شروع شد. برجام به نظر من نقطه عطف تاریخ شاه سلطان حسینی جدید ایرانه. یه عده شالاتان و عرض کنم آدم های کوته فکر و دنیا ندیده و اینا نشناخته اومدن یک وضعیتی ایجاد کردن در برجام که نتیجهش همینه. آقای ظریف هر جا میرفت میگفت یا جنگ یا برجام. بابا یعنی کدوم جنگه؟ نه یا جنگ یا برجام. به هر حال نکته‌ای که من دارم آقای فروزنده، وضع بسیار بد شاه سلطان حسینی در ایران داشت شکل میگرفت و شکل هنوزم هست اونجا گرفته. و بعدش هم خب یک مافیای قدرت و ثروت در ایرانه که هیچ چیز جز شاه سلطان حسین برای ایران نمیخواد. این مافیا میخواد در ایران یه شاه سلطان حسین و شاه سلطان حسینا باشن که اونا طبق معمول در سایه شاه سلطان حسینا با امریکا و انگلستان و اسرائیل و عربا بشینن بسازن بخورن بدزدن تاراج کنن همونجور که تا الان کردن و دارن میکنن. این وضعیت باید عوض میشد. اگر عوض نمیشد به نظر من یه انقلاب نظامی تو ایران شکل میگیره. این اتفاق فعلا افتاده. نیروهای نظامی اما فقط 1 کیلومتر از 100 کیلومتر رو رفتن، یعنی هنوز اندر خم یک کوچه. این جریان نمیتونه ادامه پیدا کنه. بنده به عنوان یه وطن پرست عرض کردم من جنگ طلب نیستم، اما من نمیخوام عزت ایران تا این حد به ذلت بره که کشور ایران و مردم ما تا این حد تحقیر بشن. کشوری که 3000 و چند سال سابقه داره، میگه کوروش و داریوش دارم، میگه نمیدونم نادرشاه دارم، میگه رضاشاه دارم، بعد یه شاه سلطان حسین اونجا پیدا میشه و همین کارا رو میکنه. خب حالا من دنبال اون نادرشاه هستم، ببینم چی میشه. هر حال میخواستم بگم، خیلی متشکرم از این فرصت، میخواستم بگم ما الان وارد یه مرحله دیگری شدیم تو این تاریخ جمهوری اسلامی، در اون مورد بحث صحبت میکنم. آقای دکتر امیر احمدی، ایران در به هر حال پاسخ داد به اون چه که اسرائیل شاید انتظارش رو نداشت و تأثیر این پاسخ و این برخورد جمهوری اسلامی رو در وضعیت ایران در منطقه و به خصوص در رابطه با اسرائیل چگونه می‌بینیم؟ آیا ما انتظار برخورد متقابل اسرائیل رو باید داشته باشیم؟ آیا آقای نتانیاهو از بهانه ایران برای حل مسائل شدید خودش در داخل اسرائیل می‌خواد استفاده بکنه و در این زمینه توفیق خواهد داشت یا خیر؟ چون ظاهراً در داخل اسرائیل هم همه نیروها هم رأی و هم زبان با آقای نتانیاهو نیستن. شما وضعیت رو چگونه میبینید؟ تأثیر این ابرام وجود ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی متشکرم. در حالی که
به درستی گفته داخل اسرائیل خود اسرائیلی ها با آقای نتانیاهو مشکل دارن بخش عظیمشون، اما اکثر مخالفین برانداز جمهوری اسلامی با آقای نتانیاهو مشکلی ندارن و نتانیاهو قهرمانشونه. فقط تو حدیث مفصل بخون از این مجمل این مشکلی. حالا در مورد رابطه ایران و اسرائیل، ببین جریان ایران و اسرائیل همیشه جریان قدرت بود، جریان بازی قدرت بود. اسرائیل تمام هم و غمش در تمام این 70 سال گذشته این بود که هیچ قدرتی برتر از اون در منطقه پیدا نشه و هر کس به هر دلیلی کم یا زیاد بخواد اسرائیل و قدرت اسرائیل رو به چالش بکشه باید سرکوب بشه، باید تنبیه بشه. خب مدت ها بود عربا خب سعی کردن چالش کنن، نتونستن. بعد یه ایرانی اومد، ولی ایران هم تا پریروز در حرف چالش میکرد. بعدش هم از طریق یک سری از نیروهای نیابتیش که اونا هم به هر حال قدرتی نبودن که بخوان با اسرائیل توازن قوا برقرار کنن. بنابراین این توازن به نفع اسرائیل ادامه پیدا کرد، توازن قدرت پیدا کرد. پریروز جمهوری اسلامی سعی کرد این معادله رو یک ذره عوض کنه. یعنی پیامی که جمهوری اسلامی در این حمله به اسرائیل و دنیا داد این بود که ببین صبر استراتژیک من تموم شده، من نیروهای نظامی کشور تموم شده و ما از الان دیگه جواب میدیم. این پیام اول بود. و پیام دومم این بود که شما قدرت ما رو جدی بگیرید. ما فقط آفتاب لگن نمی سازیم، ما یه موشکی هم می سازیم، پهبادی هم که می سازیم که می تونه 1600 کیلومتر بیاد و حداقل یکیش از مرز دفاعی شما خارج شه و بیاد اون هدف برسه. یادتون باشه در این دعوایی که پریروز اتفاق افتاد یه طرف ایران بود، طرف دیگه امریکا بود، اسرائیل بود، انگلستان بود، فرانسه بود و بقیه کشورهای منطقه، حتی اردن بود. یعنی عملا ایران با غرب داشت دعوا میکرد، نه با اسرائیل فقط. این خیلی مهمه. حالا اگه اسرائیل تنها بود چند تا از این موشک ها رو به پهبادا رو میزد نمیدونم، باید اونا دید. ولی ما میدونیم که بیشتر این پهبادا و موشک ها رو امریکا و انگلستان زد، اسرائیل خودش. این خیلی مهمه. یعنی جمهوری اسلامی پیامش به امریکا و اسرائیل و بقیه مخصوصا اسرائیل این بود که قدرت منو جدی بگیر و صبر استراتژیک منم تموم شده، از این به بعد بزنی میخوری. و نه فقط بزنی میخوری، که من ممکنه بزنم حتی نخورم. خیلی مهمه. ببین دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تا پریروز این بود که باید مقاومت کرد، باید حوصله کرد، تو باید اول بخوری بعد جواب بدی. تازه اونم وقتی جواب میدی باید جوابی بدی که کسی رو عصبانی و نگران و ناراحت نکنی. و بنابراین یک سیاست بستا کیسه بوکسی از جمهوری است از ایران درست شده بود که تو بزن منم وای میستم. این دریان که اول بخورم بعد بزنم عوض شد. و من حتی فکر کنم نه فقط اون، جمهوری اسلامی نیروهای نظامی کشور الان دارن میگن حتی اگه نزنی هم من ممکنه بزنم به شرط اینکه منافعم در خطر بیفته. یعنی داره بحث میگه منافعم اگه در خطر بیفته، این معناش این نیست که تو سفارت بزنی، کنسولگری بزنی یا دوتا نظامی بکشی. منافعم که در خطر بیفته من میزنم. خب این در واقع یک داکترین جدید دفاعی نظامیه. این خیلی خیلی مهمه. خیلی از کسانی که میبینم دارن تجزیه تحلیل میکنن، یه عده ایران رو مسخره میکنن که بله این همه موشک فرستاده هیچی نرفته اونجا، بعدش هم فقط یه بچه کشته شده، از این حرفا که بله این حکومت اسلامی میدونی فقط بازم دهن گشادی داره و اینا. خب دهن گشاد که همیشه داشته،
و اما این کسانی که این تحلیل ها رو میکنن توی جنگل هن، جنگل رو اما نمیبینن، دارن درخت ها رو میشمرن. جنگل رو دارن نمیبینن، دارن درخت ها رو میشمرن، دارن نمیبینن. یک تغییر استراتژیک بسیار بسیار مهم در ایران اتفاق افتاده که نیروهای نظامی کشور دارن میگن ما دیگه کیسه بوکس نخواهیم بود. نکته دیگه‌ای که در همین رابطه باید عرض کنم اینه که من تا اونجایی که خبر دارم، حالا من نمیتونم وارد جزئیات بشم، نیروهای سرداران کشور، بزرگای سپاه میرن پیش آقای خامنه‌ای، بهش میگن آقای خامنه‌ای این جریان نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه که ما هی صبر نمیدونم راهبردی بکنیم و که بمونیم بزنن و بعدم اگه بزنن ما هیچ کاری نکنیم، یا مثلا مثل اون عین الاسد بگیم شما برید ما میخواییم بزنیم. خب در بیت و در جاهای دیگه در اون روحانیت مقاومت زیادی بود که اصلا جواب بدن، حتی به اینم جواب بدن. آخه روحانی که انقلابی نیست که، روحانی که دنبال عزت ایران که نیست که، اون دنبال حفظ نظامشه. ولی خوشبختانه نظامی ها پاشون رو توی کفش کردن و آقای خامنه ای و نیروهای دیگرش پذیرفتن که این باید جواب داده بشه. من میخوام فقط اینو بگم که اینو به حساب آقای خامنه ای ننویسید، نیروهای نظامی کشور این کارو کردن. اونا بودن که با آقای خامنه ای گفتن دیگه نمیشه بیش از این ما شهید شما بشیم و شما هم تو خیابون برای ما عزاداری کنید. ما نه فقط از خودمون دفاع میکنیم که از این به بعد اگه منافع ایران به خطر بیفته ما تهاجم هم میکنیم. این معناش به نظر من اینه که در آینده نزدیک نیروهای نظامی یک وضعیت حتی برتری رو در جمهوری اسلامی خواهند داشت. این دعوا به اصطلاح اون تصویر سپاه را عوض کرد. در حالا دشمنای سپاه طبق معمول همیشه بر میگردن به چارخونه اول، ولی واقعیت اینه، صادقانه اینه، این تصویر عوض شد. یادتون باشه بعد از کرونا اون آقای سلامی اومد یک دیگی رو آورد، گفت این دیگ کرونایابه، همه مسخرش میکردن. بعد همه میگفتن آقا یادت ببینید این سپاهتونه، ببینید این سپاهتونه، دیگ فقط میتونه بسازه. ولی پریروز این سپاه با قدرت اومد گفت نه، من اون دیگو شاید با مسخره بازی آوردم، من اینم، من موشک میسازم 1600 کیلومتر میره، پهباد میسازم و از هم اینجا جرأت میکنم که به اسرائیل حمله کنم. اتفاقی که افتاده اینه که اراده دفاعی جمهوری اسلامی از پریروز عوض شد، از یک اراده فشله من تو بزن من وای میسم به این اراده این که بزنی میخوری که هیچی، من حتی قبل از تو ممکنه بزن. آقای دکتر امیر احمدی، با این توضیحات شما ما از نظر تحلیل شرایط داخلی و قدرت‌های حاکم در داخل کشورمون با یه وضعیت تازه‌ای به نظر من مواجه هستیم. این است که از یک سو روحانیت و از یک سو سپاه. آیا فکر نمی‌کنید که همکنون سپاه هراس فراوانی در دل نیروهای روحانی، در روحانیت در ایران انداخته که قاعدتاً اگر این وضع ادامه پیدا بکنه سپاه دیگه فرمانبردار روحانیت نخواهد بود، بلکه مشکل اساسی و پایه‌ای ایجاد خواهد شد در داخل ایران و احتمالاً کنار گذاشتن روحانیت هرچه بیشتر از مسائل اساسی اداره کشور توسط سپاه؟ بله، این خیلی سوال خیلی خوبیه. اجازه بدید در داخل ایران بگم مثل آرایش نیروها چطوریه. در داخل کشور شما همکنون البته نیروهای روحانی رو به عنوان اصل نظام، رهبرای نظام و قدرت در نظام ما داریم، ولی این روحانیت از نظر حفاظتی به سپاه
وابسته بود. در همزمان اما این روحانیت یک وضعیت دیگری ایجاد کرد، دوربر خودش حصارهای دیگری ساخت. یکی از این حصارها مافیای سیاسی و نظام، مافیای سیاسی و اقتصادی کشوره. یعنی یه مافیای اقتصادی سیاسی درست شده که در اطراف این روحانیت قرار گرفته و در واقع عملا حافظ این نظام روحانیته. این مافیا قسمت اقتصادیش همون میلیاردرها و دزدا و دغلای که در ایران ما میدونیم هستن، در خارج ایران هستن، میدزدن میبرن. از نظر سیاسی هم عمدتاً اینا نیروهایی هستن که در ایران عمدتاً به عنوان اصلاح طلب و اعتدالی و نمیدونم روشن فکر و نمیدونم نیو لیبرال و اینان، اینا هم جز همون مافیان. و اما قسمت بعدیش که در خارج از کشور هست، باز یک نیرویه که دوروبر این ما با همراه با این مافیا و این نیروهای مذهبی داخل کشور اصلاح طلب و غیره کنار روحانیون دارن مبارزه میکنن. با کی؟ ظاهر قضیه اینه که با نظام دارن مبارزه میکنن، ولی واقعیت اینه که دارن با نیروهای نظامی سپاهی کشور دارن مبارزه میکنن. یعنی کدوم نیرو؟ همون نیرویی که مثلا امنیت کشور دستشه، همون نیرویی که عزت کشور دستشه، همون نیرویی که در جمهوری اسلامی تنها نیروی وطن پرست کشوره. یعنی الان شما دو تا کمپ داری، یک کمپ وطن پرستا که دوربر سپاه جمع خواهند شد و شدن تا حدودی، انقلابی باشن یا نباشن، ملی باشن یا هر چیز دیگه، و بعدم اون کمپ روحانیت که دوربرش اون مافیا را سرهم کرده به اصلاح طلب و اصولگرا را، و در واقع یک ستون پنجم در کشور شکل داده. این ستون پنجم همون ستون فشل، همون سسولهایی هن که از برجام، در واقع از قبل از برجام هم شروع شده بود، ولی دیگه برجام در اوجش بود، در همون جایی که میگفتن یا برجام یا جنگ. و بعدم آقای اوباما برگشت گفت که ما بدونی که یک گلوله شلیک کنیم ایران را تسلیم کردیم. در خدمتتون عرض بکنم بعد از شاه سلطان حسین اولین بار در تاریخ معاصر ایران که ایران بدون این که ببازه در یک دعوا تسلیم شد برجام بود. از شاه سلطان حسین تا برجام ما ایرانی ها باختیم، بردیم، ولی تسلیم نشدیم در باخت. قبل از اینکه ببازیم اولینش همین برجام بود که الانم شما اون عباب جمعی برجامی ها رو میبینی. الان آقای زیبا کلام پری روز قبل از اینکه حمله شروع بشه میگه به مطبوعات که اگر ایران جواب بده یک تیر چراغ برق هم در ایران باقی نخواهد موند. اینو کلن اون مافیای ستون پنجم ور میدارد و تمام مطبوعات و به صورت شبکه های اجتماعی ایران پخش میکنه که اگر ایران به اسرائیل حمله بکنه امریکا بلافاصله ایران رو بمباران میکنه، داغون میکنه. این همون مافیاست، همون مافیایی که از برجام هم همین کار کرد. این همون مافیایی که میخواد ایران سرش رو بندازه پایین، تو سرش بزنن، ضعیف بشه، از بین بره، برای اینکه اینا از ایران چیزی نمیخوان. چیزی که از ایران میخواستن گرفتن، قدرت و ثروت، و میخوان فقط اونو حفظ کنن. بقیهش گور پدر همه چیز، عزت مردم، تاریخ مردم، تمدن مردم، اینا هیچی، فقط پول و ثروت که دستشون هست. بنابراین ما در ایران الان دو تا جبهه داریم، جبهه وطن پرستا و جبهه این ستون پنجمی ها که همراه با مافیا و روحانیت و براندازای اونچنانی و از اینا، این وسط البته هم درون روحانیت، هم درون اصلاح طلب، هم درون بقیه مردم، ایرانهای وطن پرست زیاد هست خدای نکرده. من نمیخوام بگم هر کی اصلاح طلب و اعتدالیه یا براندازه وطن فروشه یا ستون پنجمیه، نمیخوام اینو بگم و حتما هم نمیخوام بگم. ما زیاد آدمای وطن پرست در اونها داریم، اما عمده و
رهبرا عمدتاً از اون تیپ هستن. ما در همچی وضعیتی هستیم. الان دوگانگی در ایران دموکراسی و دیکتاتوری نیست. حتی دعوای ایران و اسرائیل و ایران و امریکا نیست. دوگانگی در ایران بین وطن پرستا و وطن فروش هاست. خلاصه حرفم. آقای دکتر امیر احمدی، در این وضعیتی که هستیم، وضعیت قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا چه نقشی رو ایفا میکنه؟ آیا برای ما در واقع فرق میکنه این که در کاخ سفید حزب جمهوری جمهوری خواهان آمریکا مسلط باشن و یا دموکرات ها؟ ما اکنون با رئیس جمهوری مواجه هستیم که تکلیف خودش رو با اسرائیل روشن کرده و گفته ضمن اینکه ما متعهد هستیم به تمامیت ارضی اسرائیل و حضور اسرائیل در صحنه جهانی و غیره و غیره، اما در هیچ اقدام تهاجمی اسرائیل ما با اسرائیل نمیستیم. من اینجوری حرفش رو میفهمم که تو اگه قرار حرکات دفاعی نداشته باشه از کشور، ما به هر حال داخل نمیشیم. این رو شما چجوری تعبیر تفسیر میکنید؟ ببینید، من تقریبا 50 سال پیش اومدم امریکا و امریکایی رو که 50 سال پیش من توش اومدم با امریکای امروز یک دنیا عوض شده. در همین 20 سال گذشته ارزش دلار 35% افت کرده به خاطر تورم و هزار گرفتاری دیگه. امریکا الان 34 تریلیون دلار کسری بودجه داره، در حالی که به اصطلاح تولید ناخالص سرانش تقریبا مثلا حدود 26.7 تریلیون دلار. یعنی در واقع امریکا کسری بودجهش 130 چند درصد تولید ناخالصشه. این کشور مسائل عدیده داره. الان در اوکراین داره با روسیه می جنگه، در اونور توی اقیانوس اطلس گرفتار چینیه که هر روز داره میاد بالا. حالا چین رو بذار کنار، هند رو بگیر، افریقای جنوبی رو بگیر، لاتین امریکا، برزیل رو بگیر، نمیدونم ژاپن، کره جنوبی، اینا لزوما دوستای امریکا دیگه نیستن، اینا رقبای امریکان. امریکا دیگه از اون وضعیتی که داشت اومده بیرون، یک به اصطلاح کشوریه که در بهترین شرایط خودشو میتونه حفظ کنه، نمیتونه دیگه به اصطلاح بست بده، نمیتونه دعوا کنه. اسرائیل، امریکا دعوا پول میخواد. یه وقتی تو دعوا میکردی میرفتی کشورهای دیگر رو سرکیسه میکردی. الان امریکا در این دعواهای اخیری که کرده نه تنها کسی رو نتونسته سرکیسه کنه که سرکیسه شده. خب اینم اینش، از تو ویتنام باخت، توی افغانستان باخت، توی حتی عراق هم که برده بود باخت، سرکیسه شد، و در به اصطلاح سوریه هم همینطور و همه جای دیگه. به نظر من این امریکا نمیتونه از اسرائیل به اصطلاح یک حمایت بدون شرط بکنه. ببینید، خط آخر اینه، امریکا اگر موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، موجودیت، کلمه موجودیت خیلی مهمه، به خطر بیفته باید میسته پشت سرش تا جنگ جهانی سوم. اما کمتر از اون امریکایی‌ها حاضر نیستن پشت سر اسرائیل براش بجنگن. آقای بایدن هم همینو گفت، گفت من از تو دفاع میکنم ولی حاضر نیستم در کنار تو حمله بکنم. تو اگه میخوای حمله بکنی بفرما، ولی اگر کسی به تو حمله بکنه من کمک میکنم به تو، به دفاع تو. همین کارم پریروز کرد. یعنی بخش عظیمی از این موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رو امریکا پایین آورد، بادارش هم مثل انگلستان. خب بنابراین، و اما سوال اینه که آیا واقعا کشوری در منطقه هست که موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه؟ نه.
نه ایران میتونه موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه و نه هیچ کشور دیگری در منطقه، فلسطین و عربا و غیره. بنابراین اسرائیل یا مدت ها سر ایران امریکا کلا میذاشتن و هی شروع میکردن تا یکی بهشون حمله میکرد یا دعوایی میشد داد و فریاد که موجودیت ما به خطر افتاده، بفر بیا و کمک کن و پول بده و از این حرفا. امریکایی ها یواش یواش سر عقل اومدن، متوجه شدن که بابا این داستان موجودیت اسرائیل یه جوکه. چه کدوم کشور تو منطقه میتونه موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه؟ کشوری که 300 تا بمب اتمی داره، یکی بزرگترین قدرتمندترین ارتش منطقه رو داره. خب بنابراین امریکایی‌ها الان یه تجدید نظر کردن در رابطه با حمایتشون از اسرائیل. میگن حمایت بون از این به بعد دفاعی خواهد بود، تجاوزی تهاجمی نخواهد بود. ما در تهاجم و تجاوز همراهتون نیستیم، در دفاع همراهت هستیم و در همون تجاوز هم اگر احساس، اگه تو تجاوز بکنی در مقابله متجاوز، اگر احساس نکنیم که موجودیت در خطره، بازم تازش وارد میدون نمیشیم. داستان امریکا رو باید اینجوری فهمید. یه نفهم در داخل ایران، اسمم حالا دیگه نمیخوام ببرم، خودتون همه میدونید، تمام مدت ایران رو ترسوندن از امریکا و از اسرائیل که اگه تو تکون بخوری داغون میشی، یه دونه چراغ برق هم نمیمونه تو کشور، و محض این که اسرائیل وارد شه امریکا میاد میزنه و از این حرفا. این جریان تا یه وقتی درست بود، یه مدتی، خب سالها قبل اینجوری بود، ولی اون جریان عوض شده. امریکا داخلش عوض شده، دیدگاهش در مورد جهان عوض شده، عرض کنم که توازن قوای به اصطلاح راهبردی در دنیا عوض شده، کشورهای مثل چین و هند و اینا اومدن بالا، روسیه الان عملا در وسط جنگ جهانی سوم، یعنی در واقع می‌خواستم بگم در اول جنگ جهانی سوم با امریکا قرار داره، و امریکا هم نمیتونه به این سادگی بی برنامه به خاطر یکی دیگه وارد یه جنگ جهانی سوم بشه. نمیشه. امریکا الان اگر بخواد اسرائیل حمله کنه به ایران و ایران حمله کنه و بعد به هر دلیلی موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، خب امریکا مجبور وارد شه. اگه امریکا وارد میدون بشه، حتما روسیه وارد میدون بشه. روسیه که نمیشینه امریکا بیاد ایران رو بگیره که، نخواهی که معلومه که بزنه. اینی که جریان خیلی مهمه که به این نگاه کنیم. با تای خط این جریان اینه که همه کشورها یه احساسی دارن، اون احساسشون اینه که ما داریم هرچی بیشتر به سوی جنگ جهانی سوم میریم، و برای همینم امریکا های مرتب داره داد و فریاد و این ور اون ور خواهش و منت که نذارید این دعوا به اصطلاح بست پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، نمیدونم خودداری کنید و سه صد داشته باشید. پیام امریکا برای منطقه و برای ایران و اسرائیل و همه جا اینه الان. چرا اینه؟ برای اینکه امریکا در موضعی نیست که بیاد بگه حالا برو آره جنگ کن، گسترش بده، دعوا کن، ما هم هستیم. نمیتونه دنبال اونو بیاره. اینه که باید یه امریکای جدیدی رو به اصطلاح بهش نگاه کرد. این امریکای جدید یه امریکای دیگریه که حتی 20 سال پیش وجود نداشت. آقای دکتر امیر احمدی، اگر جای نتانیاهو باشید در دفتر کارتون، به هر حال درگیر شدید با ایران و این درگیری به نظر من به نحوی به حدی رسیده که هر کدوم از دو طرف عقب بشینن، مسئله آبرو و حیثیت سیاسی خودشون حداقل برای داخل کشورشون مطرحه. اگر جای آقای نتانیاهو باشید، آیا از مخیله شما میگذره که از بمب اتمیتون استفاده بکنید برای فیصله دادن درگیری با ایران؟ نه، ببین ممکنه خود آقای نتانیاهو اینجوری فکر کنه،
ولی مغزی بمب اتمی به این سادگی نیست. بمب اتم یعنی جنگ جهانی سوم. حتی یک دونه بمب اتم در هر جای دنیا الان منفجر بکنن هر کشوری، جنگ جهانی سوم را میفته. یعنی اصلا برای همینم روسا این همه کشته میدن، دو سال جنگ میکنن با اوکراین، ولی حتی جنگ، حتی بمب اتمی تاکتیکال هم، نه فقط اون بزرگی، اون تاکتیکالش هم ازش استفاده نمی کنن، برای اینکه خط قرمزهای زیادی وجود داره. به نظر من اسرائیل فقط در یک وضعیت از بمب استفاده خواهد کرد، و اون اونه که یک کشوری بیاد اسرائیل رو بگیره و اسرائیلی‌ها احساس بکنن دیگه تموم شدن، بگن خب حالا که ما تموم شدیم، ما بقیه رو تموم میکنیم، دیگه براشون مهم نیست جنگ جهانی سوم و چهارم باشه. اما به نظر من اسرائیل در این وضعیت هرگز قرار نمیگیره، چون هیچ کشوری در منطقه در همچین وضعیتی نیست که بخواد بره اسرائیل رو بگیره و بعد اسرائیل رو مجبور کنه به اصطلاح دست به اون اسلحه ببره. این تقریبا غیر ممکنه. اما آقای نتانیاهو هم نه، عرض کردم چون بازی قدرته، خب بازی قدرت تا الان آقای فروزنده، مثلا فرض کنید بازی کی بود توی فرض کنیم پله سه بود، بازی قدرت ایران و اسرائیل. اسرائیل مثلا توی پله سه بود، ایران تو پله یک داشت باش مبارزه میکرد. ایران اومد خودش رو دوتا پله آورده بالا. الان ایران تو پله سه با اسرائیل در پله سه داره بازی قدرت میکنه. به احتمال خیلی زیادی اسرائیل این پله رو میبره روی چهار یا پنج، یعنی حتما جوابی میده، نه اینکه فردا یا پس فردا، یه دنبال یه فرصتی میگرده یه جایی یه جوابی رو میده که به قول خودشون دندون شکن باشه. خب اگر اون اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی در این بازی قدرت هم خودشون میکشه، مجبوره بکشه به پله سه یا همون چهار، به پله بعدی در واقع، همون پله ای که یا چهار و پنج هر چیه که اسرائیل توش رفته. خب این یه دور تسلسل باطل بازی قدرت و بالا رفتن از پله رو پیش میاره و این خیلی خطرناک میشه. اما در کنار این بازی امریکا هست، اروپا هست، روسیه هست، چین هست، سازمان ملل هست، اینا به هر حال سعی خواهند کرد که اینا رو سر یه پله نگه دارن، چون رفتن به طرف پله 8 و 9 و 10 ده که همون بمبه، همون جنگ جهانی سومه، اون خیلی خطرناک میشه. بنابراین بنده انتظارم اینه که نتانیاهو حتما برای اینکه بگه من هنوز قدرت اولم، که تو نتونستی با من توازن قوا ایجاد کنی، که تو بازدارندگی نمیتونی ایجاد کنی، من دارم این بازی رو دوتا پله میبرم بالا، ببینم تو چه کار میکنی. خب ایرانم در اون مقطع بازم باید تصمیم بگیره. ایران معمولا خیلی شلووله، طول میکشه، یعنی اینجوری هم نیست که اگه نتانیاهو یه ماه دیگه یا ده روز دیگه یه حمله به یه جایی از به منافع ایران بکنه، ایران بلافاصله روز بعدش این کارو میکنه. معمولا میشینه حساب کتاب میکنه، ولی مجبور میشه دوباره بره جلو. همونجوری که به درستی گفتید، نمیتونن هیچ کدوم از این دو طرف الان دیگه به عقب برگردن. یعنی نتانیاهو نمیتونه پله سه بیاد روی پله دو، در حالی که ایران به پله سه رفته، باید بره روی پله چهار یا پنج. این جریان اینجوریه و من ولی احساس میکنم هم ایران و هم نتانیاهو محدود شدن، به اصطلاح مرده در تسلط امریکا و انگلستان و بقیه قدرت ها هستن. ما همین الان هم داریم میبینیم که نتانیاهو رو داره آقای بایدن کنترل میکنه، داره بهش میگه میخوای بری بازی خودت، من نیستم. حتی انگلستان هم همینو گفته، همه اینا دارن اینا میگن. نتانیاهو تنهاست الان، نتانیاهو تنها نمیتونه در مقابل ایران برای مدتی عرض اندام بکنه. بازدارندگی اسرائیل فقط بازدارندگی خود اسرائیل نیست، سبای بمبش در اون جاهای دیگه اسرائیل محدودیت هایی داره که از طریق امریکا و یعنی همه اون کشورهایی که حمایت میکنن اسرائیل، در همین حال اسرائیل رو محدود میکنن. یعنی اینجوری نیست که تو هم فقط به اسرائیل یه دونه به اصطلاح
آس بدی که هر جا بری بزن این آس رو هر جا میخوای استفاده کن. نه، میگه من به این آس رو دادم که فقط در یک جای خاصی استفاده کنی. اینه که به نظر من ما در یک وضعیت به اصطلاح بالا رفتن این تنش به این بازی قدرت هستیم، ولی این بازی قدرت در همین حال داره توسط قدرت‌های بزرگتر کنترل میشه و احتمالاً کنترل میشه. دکتر امیر احمدی، آیا به نظر شما از نظر تحلیل نیروهای حاکم بر ایران تأثیر این جنگ و نقش تعیین کننده سپاه، نیروهای ارتش، سپاه پاسداران و خلاصه نیروهای اسلحه به دست کشور چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا ما به مرحله‌ای خواهیم رسید که روحانیان نقش اول خودشون رو در حاکمیت از دست خواهند داد و نیروهای نظامی هستند که کشور رو اداره خواهند کرد و این حالت به اصطلاح روحانیتی که از سال 1357 رهبری روحانیت به دست آمده بود، این ما به دوران افول و پایانش داریم میرسیم؟ جواب من آری هست. مردم ایران در 45 سال گذشته دیدن که نیروهای روحانی اهل حکومت و اهل مدیریت و اهل برنامه ریزی و اینا نیستن، که کشورشون هرچی بیشتر مثل به هم ریخته شده، اقتصادشون، سیاستشون، امنیت ملیشون، محیط زیستشون، روابط بین المللشون، این روحانیت اهلش نیست. بنابراین این روحانیت باید از حکومت کنار گذاشته بشه. دعوا سر این بود که جای اینها رو کی بگیره. سلطنت طلبا میگن، میگفتن ما باید بگیریم، جمهوری خواها میگن ما باید بگیریم، داخل کشور اصلاح طلبا میگن ما بهتریم برای اینکه اصلاحات میخوایم بکنیم ولی همین حکومت رو نگه داریم، اصولگراها میگن نه خیر همینجوری بهتره. ولی یه نیروی هم اونجاست به نام نظامی ها که خب زیر دست بود، فرمانده داشت، اونجا داشت یه سری کارهایی میکرد و یواش یواش به طور خزنده داشت وارد قدرت میشد. اما هنوزم تا امروز که داریم صحبت میکنیم در حد قوه مجریه نیستن، یعنی مجری کشور نیستن، بودجه دستشون نیست، وزارتخونه ها دستشون نیست، استانداری ها دستشون نیست، اگرچه ممکنه چون وزیر مثلا داشته باشید یا استاندار داشته باشید، اما خودشون در رأس نیستن. در رأس یه روحانیه به نام آقای خامنه‌ای، بعدم آقای رئیسی و نمیدونم اون آقای حسن روحانی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی و اینا بودن، غیر در یه دوره کوچیکی که احمد نژاد اومد و بعدش هم خب تمام نهادهای کشور دست روحانیت بوده و هست. شورای نگهبان، مصلحت نظام، خبرگان رهبری، امام جمعه ها و و و. به نظر من این وضع در آینده نزدیک عوض میشه، مخصوصا که آقای خامنه‌ای در یه سن بالایی وضعیت خوبی نداره. همزمان به نظر من مردم ایران دیدن که مدیریتش برای جامعه مناسب نبوده، به قول خودش یه فاجعه ایجاد کرده و من اعتقاد دارم که آقای خامنه‌ای هم الان دیگه به همین نتیجه رسیده که هرچه زودتر ساکان این کشتی رو که داره به هم میریزه، حداقل اگه غرق نشده، دست نیروهای نظامی کشور بده به نفع همه است. یعنی نیروهای من یه روزی اعتقاد دارم که روحانیون خودشون خواهند گفت که ما باید بریم. الان هم دارن میگن یواش یواش. ببینم بعد از آقای خامنه ای به نظر من این جریان اتفاق میفته. و اما حالا وقتی که نیروی نظامی ها بیان، من امیدم اینه که این نیروهای نظامی که اعتقاد دارم وطن پرستن، توسعه‌گر هم باشن، آدمای درست حسابی بیارن، جامعه رو باز کنن. عرض کنم که آدمایی که میفهمن اقتصاد و سیاست و کشورسازی رو اینا رو بیارن و با اینا کار کنن و این بازی در ایران عوض شه. سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون. وقت برنامه به پایان رسید. باز هم در خدمت شما در آینده نزدیک خواهیم. بینندگان عزیز، بینندگان ارجمند، هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد، روزگار بکام و آینده برای همه ایرانی ها روشن.